سلام و درود به شما دوستای ارزشمندم. خیلی خوشحالم که کانال منو برای تماشا انتخاب کردین. قبل از هر چیزی ممنون میشم اگه 5 ثانیه یا کمتر وقت بذارین و یه لایک منو مهمون بکنید و اینکه یه کامنت انگلیسی هم بذارید تا سابتون نپره. امروز میخوام در مورد حراج مرسدس بنز 600 پولمن 1970 آقای جان لنون باهاتون صحبت بکنم که خواننده، آهنگساز و گیتاریست گروه افسانه‌ای بیتلز بوده. در ابتدای دهه 60 و 70 میلادی سیاستمداران، تجار و هنرمندان ثروتمندی که زیبایی، جلال و راحتی رولز رویس رو در بسته بروستر می‌خواستند تنها یک انتخاب داشتند و اونم مرسدس بنز 600 بود. مرسدس بنز این خودروی لوکس رو در نسخه‌های گوناگون چون استاندارد، 600، پولمن و لندولت معرفی کرد که خیلی زود توجه بسیاری از افراد مشهور، ثروتمندان و خاندان‌های سلطنتی رو به خودش جلب کرد. این برند آلمانی در میان سالهای 1964 تا 1981 2677 دستگاه 600 رو روانه بازار کرده که 304 دستگاه اونها پولمن 14، 124 دستگاه پولمن 600، 33 دستگاه لندولت 14، 26 دستگاه لندولت 600 و باقی نسخه استاندارد بودن. لندولت ها نسخه هایی هستن که قسمت عقبشون کروک هم و قسمت جلوشون سقف داره و این کروکشون قشنگ باز و بسته میشه. در بخش مالکان مشهور احتمالاً بتوان مرسدس 600 رو یکی از مفتخرترین خودروهای تاریخ دونست. یکی از مالکان مشهور این خودرو جان لنون، گیتاریست گروه بیتل بود که یک دستگاه پولمن 14 رو تو گاراژ خودش نگهداری میکرد. این خودرو با شماره شاسی 201580 به درخواست لنون به رنگ سفید و توروزی سیاه مخملی، موکت کف هماهنگ، رادیوهای بکر در جلو و عقب و یک دستگاه بخش فیلیپس مورگان مجهز شده بود. لنون بعداً خودرو رو به جورج هریسون، گیتاریست دیگر این گروه میده. نهایتاً تو دهه 90 میلادی مرسدس بنز خودش فرآیند بازسازی دقیق این مدل رو بر عهده گرفت. در توضیحات برای فروش این ماشین اومده که لنون به جای سفارش یک جایگاه نوشیدنی تو خودروی خود، اون رو به ادوات لازم برای ایجاد خلاقیت مانند یک رادیوی بلاپان، یک دستگاه ضبط صوت پایونیر، دستگاه ضبط صوت فیلیپس مورگان و چندین بلندگو مجهز کرده. رنگ بدنه این 600 پولمن با نام 250 شناخته میشه و ترکیبی لوکس از سفید به شما میره. کابین اون هم به خاطر رنگ سیاه چرمی صندلی ها، سیاه مخملی تزیینات، موکت خاکستری و سقف کرمی جلوه منحصر به فرد به خودش گرفته. نظر شما در مورد این ماشین لوکس چیه؟ آیا مدل های لوکس امروزی تونستن به جایگاه مدل های قدیمی مثل همین مرسدس بنز 600 پولمن برسن یا نه؟ خیلی خوشحال میشم نظرتون رو بدونم. مرسی که ویدیو رو تا اینجا تماشا کردین و فعلا.